درودی به بلندای البرز، به جاودانگی شاخاب همیشه فارس، خلیج فارس، به گستردگی فرهنگ کهن پشتی ایران و به گرمای دلهای پرمهرتان. امید که در هر جای جهان و در هر هنگامی از شبان روز و در هر سن و سالی که هستید شاد و تندرست باشید و خنده لبانتان را شکوفا کند. برنامه دیگری رو از ردی برنامه های دمی با شاهنامه، همدمی با شاهنامه برای شما فراهم آوردیم که در 1 ساعت و 20 دقیقه که در کنار هم هستیم در آغاز کار درباره شاهنامه برای جوانان گفتگو میکنیم و پس از آن میپردازیم و نگاهی میاندازیم به شاهنامه برای بزرگترها که آن نیز برای بچه ها کاربرد دارد. در برنامه بزرگترها نگاهی میکنیم به کاری که فردوسی کرده، برخوردی که کرده در هنگامی که از ضحاک گفتگو میکنه و دورانی که ضحاک داشته تا اینکه میرسه به نامی رستم فرخزاد در پایان شاهنامه به برادرش و میبینیم چگونه اینها رو در کنار همدیگه گذاشته. جوانان و نوجوانان خوبم، ایرانی، افغان، تاجیک، قرقیز، ترکمن، آذری زبان، بلوچ زبان، با هر زبان، عرب زبان، هر چی هستید و در هر کجا که هستید درود بر شما. برنامه ما درباره پشتی پهناور ایرانه. مرز سیاسی نداره، مرزهاش فرهنگیه. پیش از این به شما گفتیم شما فرزندان ایرانید، گلهای خندانید، گلهای خندان و فرزندان پشتی ایران. هنگامی که از ایران گفتگو میکنیم از اون پشت است، یعنی شما خودتون رو در هر کجای این پشتی بزرگ میدانید و زبان ما رو درمیابید از این برنامه بدونید. ما میخواییم با شما بیشتر گفتگو کنیم، ساده تر گفتگو کنیم، شاهنامه رو براتون بشکافیم، از فرهنگ کهنمون براتون بگیم و در این راستا شما اگر که با ما همکاری بکنید، شعر بنویسید، داستان بنویسید، موزیک، هر کاری که میتونید بکنید در پیوند با این پشته به زبان خودتون باشی یا هر زبان دیگه ای، از ما پیشکش و جایزه میگیرید. ما برای کشورهایی که بیرون از اروپا هستن و بیرون از امریکا و استرالیا پول میدیم، پول نقدهشون میدیم که خودشون هر کاری میکنن بکنن باش، پولش خوبه. شما خودتون رو مهیا کنید، آماده کنید برای نوروز، درباره نوروز، درباره شاهنامه، درباره کوروش، درباره فرهنگ ایرانی، درباره اون پشتی که زندگی میکنید و پیوستگی داره به پشتی بزرگ ایران و درباره فرهنگ ایران بنویسید، برامون بفرستید، از میان شماها برگزیده میشید و جایزه میگیرید. اگه چند تا باشین که مانند هم و هم میدونم که همه خوب مینویسید، شاید پاریتون بهتر بنویسید یا اینکه به برنامه بیشتر بخوره. اگه اونجوری نباشه از میون آنچه که آمده ما برمیگزینیم و شانسی برمیداریم ازش و به شما میدیم که قرعه کشی هم بهش میگن. برای برنامه ها رو آغاز میکنیم ما با شاهنامه خوانی برای شما. پیش از که شاهنامه خوانی کنیم من بهتون بگم که این داستان هایی که ما داریم میگیم بخششون به چاپ رسیده که برای شما در دسترس خواهد بود. داستان سهراب و گردآفرید از سری داستان هایی که من کار میکنم که داستان های شاهنامه است به گزارشی که من دارم براتون چاپ شده به زبان فارسی. این فرض بسیار فارسی ساده ای از دیدگاه دستوری زبان خوبی داره، از راه تلویزیون ایران آریایی یا از راه شاهنامه و ایران @gmail.com یا فیسبوک مازیار قویده میتونید سفارش بدید. در امریکا اگر هستید بهترین راه این است که از راه تلویزیون آریایی فراهم بکنید. این کتاب به زبان سوئدی هم برگردونده شده که این هم در دسترستون هست اگر بخواهید به زبان سوئدی. این به ویژه فارسیش دستور زبان خیلی خوبی برخورداره، برای بچه‌ای که میخوان فارسی رو در بیرون از کشور یاد بگیرن به زبان سوئدی هم بسیار ساده و روان نوشته شده و بچه‌ها میتونن نشون بدن و فرهنگشون نشون بدن. این پهلوانی این داستان یک بانوس گردآفرید هست که شما در دسترس خواهید داشت. برنامه رو آغاز میکنیم، برنامه امروز رو
با داستان کیومرث. بچه‌ها پیش از این گفتم در برنامه‌های پیشین که شاهنامه کتابیه که فرهنگ ما رو گزارش میکنه، یعنی اینکه یک چیزایی که ما در گذشته داشتیم اینو برای ما آورده به صورت سرود و شعر نوشته و این چون شعر شده و سرود شده بسیار آسون شده که ما اینا از بر بکنیم و خب اینا از بر میکنیم و نگهداری میکنیم. در گذشته آخه بسیاری از کتابای ما رو سوزوندن، این تازیان که اومدن یورش آوردن به ما، کتابای ما رو سوزوندن و ما ناچار بودیم که کتابامون رو بدیم تا ازمون باج نگیرن، کتابای ما رو میسوزوندن. این که فردوسی پس از چند صد سال که ایران جنگید اومد اینو شعرش کرد، کتابش کرد، شعرش کرد و سرودش کرد و مردم از بر کردن. من داستان آغاز میکنم با داستان کیومرث برای شما. این داستان کیومرث، کیومرث رو داستان‌های ایرانی نخستین پادشاه ایران میدونن. کیومرث، خود نام کیومرث از گیو مرتامیاد، یه خیلی کهنه، چند هزار سال پیش اینو داشتیم. گیو یعنی این که زندگی، امروز هم کردا و لورا میگن گیانم، جانم، جان، جانم، گان، گانم، کردا میگن، و مرتا یعنی مرگ، مردن. اینه که هنگامی هم که ما بگیم ماه امرداد نباید بگیم ماه مرداد، فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، امرداد، شهریور. ا منفی میکنه یعنی بیمرگی، یعنی جاودانگی. مرد، مرداد که میگیم یعنی مرگ. پس اینجور، پس کیومرث یعنی زندگی مردنی، زندگی مردنی، یعنی انسان همواره مردنیه. در مورد زن برای اینه، یعنی زن زندگی هست باش، یعنی پی زن زندگی میاد، که اینه که مرد با زن که آمیخته میشه آینده رو میسازن بچه ها میاد. خب پس داستانی که اومد که نخستین پادشاه ایران بوده، این پشتی ایران. در شاهنامه آمده میگه سخنگوی دهقان چه گوید نخوز که نام بزرگی بگیتی چه جوز. خب پس سخنگوی دهقان، دهقانان در گذشته انسانهایی بودن بسیار فریخته، بسیار دانشمند در اندازه خودشون، و اینها زمین هایی هم داشتن، هم کار میکردن، هم بازرگانی میکردن، هم کتاب میخوندن و فرهنگ رو میدونستن و مینوشتن. سخنگوی دهقان چه گوید نخوز که نام بزرگی بگیتی که جوز. که بودان که دیگیم بر سر نهاد ندارد کس از روزگاران بیاد. خب پس این داره میگه که ما نمیدونیم که بوده چه بوده، این که چه کسی هم نخستیم با دیهیم و بر سر گذاشته، دیهیم یعنی تاج اورنگ که بر سر نهاد، نمیدونیم کسی بیادش نمیاد، مگر چون نوشته نبوده و نوشته هم که بوده از بین رفته در زمان بسیار بسیار گذاشتم که نوشته ای نبوده، مگر کس پدر یاد دارد پسر بگوید تو را یک به یک از پدر. یعنی اینکه از سینه به سینه گشته، پدر به پسرش گفته، به دخترش گفته، دختر به بچهش گفته، دختر به نوه گفته و نبیرو همین گونه اومده. خب پس چگونه حالا اینا که گفتن چگونه گفتن؟ اینها گفتن که نام بزرگی که آورد پیش، چرا بود زن برتران پای بیش. میگه خب چی بود که نام بزرگی پیش اومد و سرکرده شد و چرا که از اونهای دیگه بیشتر بود. خب میخواد بگه کی بود؟ میگه کیومرث، کیومرث بیشتر از این گفتم، کیومرث شد بر جهان کت خدای. کیومرث که بر جهان کت خدای شد، کیومرث شد بر جهان کت خدای، نخستین به کوهندران ساخت جای. در گذشته در اون زمان ها مردم خون و زندگی که نداشتن که، پس کیومرث که میاد آدم اندیشمندی بوده، خب اونا برای همین برگزیدنش که شاه بشه. شاه آدم های اندیشمندی هن دیگه، میان مردم میان بهش گوش میده، اینا از بچگی هم حالا در امروزه دیگه تربیت میشن، برای این کار آموزش میبینن. خب اون زمان که خونه نبودید مردم آسیب ببینن، گفتش که پس بریم تو کوها، در سوراخ کوها، در شکاف های کوها، در قاها زندگی بکنیم که آسیب نبینیم. جونورا اومدن بهمون فشار بیارن، آزارمون رو درو میبندیم و به هر روی پیش هم دیگه گرما رو نگه میداریم، سرما آزارمون نمیده. پس نخستین به کوهندران ساخت جا، سر تخت و بختش برآمد ز کوه، پلنگینه پوشید خود با گروه. خب در اونجا رفتم، اونجا رخت نبود که، پوشاک نبود، هنوز بافتن یاد نگرفتن، نخت درست کردن یاد نگرفتن، اونجا پلنگینه یعنی پوست جونورا رو تنشون میکردن، پیش از اونم که شاید از برگای درخت ها.
خب هنگامی که اون پادشاه شد، نم نمک مردم آرامش پیدا کردن، یاد گرفتن که چیکار بکنن، فرا گرفتن. از او اندر آمد همی پرورش، که پوشیدنی نی بود و نی خورش. در جاهای اومده نبود و این نبود و اون نبود. یک کسی جاهایی هم از شاهنامه، در شاهنامه گوناگون اومده نو بود و نو خورش. یعنی به هر روی اینه که در اون زمان چیزی نبوده که مردم نمیدونستن چجوری خوراک فراهم کنن بخورن. میلی درختا رو اینها رو میخوردن. خب این اومد و نم نمک بهشون یاد داد. ببینیم چند سال پادشاهی کرد. به گیتی در اون سال 30 شاه بود. 30 سال اون در این جهان، در این گیتی شاه بود. بسیار انسان خوبیه، به خوبی چو خورشید برگاه بود. بسیار انسان خوبی هم بود. این انسان خوب خوب کارهای خوب هم میکرده و همه دوستش داشتن. و دد و دام و هر جانور کش بدید، ز گیتی به نزدیک او آرمی. این چون سر تخت ایناش بلند شد، همه آوازش پیچی. میگه همی تافت از تخت، همی تافت از تخت شاهنشهی، چون ماه دو هفته ز سرو سهی. ماه دو هفته میدونید که ماه شب 14 است که ماه کامله پره. میگه این از بس ازش خوبی گفتن و همه آسایشو در کنارش داشتن، این پیچید در همه جا، مانند ماهی که شب 14 میاد همه جا نورافشانی میکنه، این پادشاه نورافشانی میکرد. و دم و داد، دد و دام و هر جانوری که تو این گیتی بود پیش اون آرامش پیدا میکرد. من بهتون بگم که دد و دام چیه. دد و دام یعنی جانورهای وحشی. ما امروز به اشتباه یا حالا به سبب گردش، برانگیزی گردش زبان، دامو میگیم، به جای سطور میگیم جانور اهلی. نه، دد یعنی جانور وحشی که گوشت خاره، مانند شیر، پلنگ، گرگ. دام یعنی جانور وحشی که گیاه خاره، مانند آهو، گیاه خاره وحشی. پس این جانورها چه وحشی، چه گوشت خار، چه گیاهخوار، چون هنوز حیوانا رو ما اهلی نکرده بودیم، همه وحشی بودن، می اومدن در این جهان کنار اون آسایش داشتن، بسیار دوستش داشتن، آرامششون به گونه‌ای بود که میدونستن این آسیب بهشون نمیرسونه. خب دوتا می شدن بر تخت او، از آن بر فروزان شده بخت او. پیش تخت او دلا می شدن، بسیار دوستش داشتن این آدمو. و این به سبب این بود که آدم خوبی بود، چون آدم خوبی بود همه دوستش داشتن، نمیترسیدن ازش. به رسم نماز آمدن دیش پیش، از آن جایگه برگرفتن کیش. پس اینها میگه دوتا میشدی، نمازم یعنی دوتا شدن، یعنی دولا شدن. نماز اگه واژه بچه، یه کلمه، یه واژه بسیار کهن ایرانی میاد که توی کتاب های کهنمون هست، اوستا و اینها. میگه نماز یعنی نمیدن، یه چیزی داره برای نمونه میگن نمنگ ها، یعنی شرط رو خم کن. حالا اونو نمیخواد یاد بگید، من تنها میخواستم بگم که یعنی هم چیزی هست که نمیدن سر خم کن. امروز هم تو باختر ایران، تو غرب ایران، اونو من به یاد دارم، در تهران هم شاید، در کرمان اینا هم شاید، در بلوچستان هم نمیدونم، منتها در اونجا و شاید در بلوچستان و خراسان هم بگن، میگن سرتو نم کن. از یه جایی میخوام برن سرشون گیر نکنه، میگه سرتو نم کن. به رسم نماز آمدن دیش بی، از آنجا گه برگرفتن کش، میومدن از اونجا آسایش میگرفتن و از اونجا راه و روش زندگی و نم نمک با همدیگه رو خوب میگرفتن، یاد میگرفتن، با همدیگه دعوا نمیکردن. پس این کیو مرسد هم خوب بود، پادشاه خوب بود. ببینیم زندگیش چجوریه. این خب خون زندگی هم داشت، یه پسری هم داشته به نام سیامک. پسر بود مرو را یکی خوب روی، هنرمند و همچون پدر نامجوی. پس یه پسری هم داشت که این پسر هنرمند و مانند پدرش نامجوی بود. پدرش جویای نام بود. چجوری جویای نام؟ نه اینکه که خیلی نامی بشه، خیلی هر کاری دلش میخواد بکنه، نه، میخواد مانند پدرش نامش به نیکی در جهان بمونه. سیامک بودش نام و فرخنده بود، نام اون سیامک بود، فرخنده و جسته اینا، یعنی بسیار خوب بود. کیومرث را دل به دو زنده بود، کیومرث بسیار دوستش بودش. زگیتی به دیدار و شاد بود، که بس بار بر شاخ بنیاد بود. این پدر بسیار اینو دوست داشت، مانند یه درختی بود که پر میوه است و این همواره مهربون بود. و این به اندازه اینو دوست داشت، همینطور که از این سیامک میگفت چشماش اشکالو میشد. بسیاری از مادر پسرها، پدرها دختر پسرشون رو میبینن، فرزندانشون رو میبینن و فرزندای فرزندانشون رو میبینن، بسیار دوستشون میدارن و چشماشون پر اشک میشه هنگامی که از اونها گفتگو میکنن. و اگه که این از اینها
شیفته دلشون میسوزه، جگرشون میسوزه. تو شاهنامه میگه به جانش بر از مهر گریان بودی، زبین جدایش بریان بودی. یعنی اینکه چقدر برش دشوار بود که از این دور بود. منتها بگه دو رسم جهانه چون این از آوین و رسم جهان، پدر را به فرزند باشد توان. ببین فرزند میگه، نمیگه پسر، چون انسان چه دختر داره چه پسر. در شاهنامه بسیار گرامی هم بسیار ارجمندن و میبینید در شاهنامه که بسیار کارهایی که گیر میکنه بانوان دختران دشواریاشو و گره هاشو باز میکنن و این در آینده من همطوری براتون میگم. اینه که به اینجا میگه که انسان از فرزند دلشاده. خب این زندگی خیلی خوبی داشتن، جونور هم کنارشون بودن، جونور های دیگه که وحشی بودن و با هم زندگی میکردن. یه روزگاری از اینها گذشت و این پادشاه رو دیگه در همه جهان میشناختن. نام کیومرثشاه در همه جهان پیشیده بود. یک اهریمنی هم بود. اهریمن کسیه که کینجوی بدی حسوده. یه آدم های حسود همه جا پیدا میشن. فکر کرواتی میتونه باشه، بدون رخ میتونه باشه، هر جور میتونه باشه. آدم های کینه‌دوز و حسود، رشکبر، رشکنی، اینها هم خودشون آزار میدن، هم خانوادهشون، هم همه جهانیان. چقدر خوبه که ما اگر حسودیم میشه رشک میبریم به کسی و خودمون گفته بود بکنیم و نبریم، هم کار دیگران رو بر از میان بکنیم و غیر میکنیم، هم کار خودمون. خب اهریمن، ببینید من بچه ها یعنی اندیشه که بگیم من، این منی که میگیم اندیشه میاد. این خب این هم باز از زبان کهنمون اومده و برای نمونه خیلی هم داریم، هومن و هومن و هومن یعنی اندیشه نیست. اینها رو داریم و از گذشته هم داریم. اینه که ما در واژه هامون معنیاشون اگه بخوایم بگردیم و نگاه کنیم از گذشته بیشترشون پیدا میکنیم. پس بله این ضد نام بود، ضد من بود، ضد اندیشه بود، با اندیشه خوب کنار نمی اومد، با اندیشه بد کلش داشته بود. همه انسان ها و همه جاندار ها اندیشه خوب و بد دارن. بگیش انسان ها که میتونه تصمیم بگیره بدونه چیکار کنه، بهتره که ما از اندیشه نیک بهره بگیریم، از سخن نیک بهره بگیریم. اگه حسودی هم میکنن، رشک میبرن، آزار میده، ما کار خودمونو بکنیم، همه چی روشن میشه. زمان که بگذره همه مردم پی به راستی یا این که بهش میگن حقیقت هم راستی میبرن. برای یه اهریمن بدجنس اومد و حسودی کرد و گفتش که من چرا باید اینجور باشم و اون اونجور باشه، اونو همه بشناسنش و من رو نشناسن. به رشکندر اهریمن بدسگال همی رازد تا بیاکند بال. یعنی همطوری میگفت هایی برجستش میشن. اون یه بچه هم داشت که خب بچه هم مانند پدرش آموزش میبینه و تربیت میشه، اونم اختراسش بدجنس شده بود. یکی بچه بودش چو گرگ سترگ، دلاور شده با سپاه بزرگ. اینم بچه هم بزرگ شده بود، همش هم تو جنگ با سپاه کار میکرد، چون در اندیشه خوبی نبود، هی میخواسته به جنگه، یه اندیشهش اینجوری بود. برو اینم براش دنیا سیاه شد، جهان شد بران دیو بچه سیاه، از بخت سیامک هم از بخت شاه. این بچه هم گفتش که اه چرا این دوتا اینجوری هست، چرا اینجوری فقط خوشبختن و من نیستن، چرا همه از اونا خوب میگن از ما نمیگن. خب اینم این رشت برده بود، این رشت چیزی بسیار بدیه، تنگ چشمی بابش میگیم، رشت تنگ چشمی، حسودی هم ایرانی نیست، متا خب باشه اونم امروز ایران به کار میبریم، رشت ایرانیه و تنگ چشمی هم ایرانی. تنگ چشمی کرد و حسودی کرد و گفت چرا اینجوریه. خب این رازش هم به همه میگفت، همی گفت با هر کسی راز خیش، جهان کرد یک صد پر آواز خوش. به همه میگفت که من اینجوریم، من اینا رو خوشم نمیاد، اینا چرا اینجوریم، من اینجوریم. این آوازش یعنی سخنش همه جا پیچید. کیومرث از این خود کی آگاه بود، که تخت مهی را جز او شاه بود. این کیومرث نمیدونست، از این آگاه نبود، میدونست کی از این تخت بزرگ که هست که من پادشاهشم یک کسی دیگه نیست و منم دارم کار خودم میکنم و اونم در این باره اندیشه نبود. آدم گاهی به یه چیزی نمیاندیشه. خب تا اینکه سروش خجسته اومد پیام آورد برای پسرش. یکاویک بیامد خجسته شد سروش، به سان پری پلنگینه پوش. ببینید انگام که انسان پلنگینه میپوشیده، حتی پری هم که میگیم اونم پلنگینه میپوشه. بگفتش پر از این سخن، بگفتش براز این سخن پر زبیش، که دشمن چی سازد همی با
با پس ببخشید، بگفتش بر از این سخن بر پسر که دشمن چه سازد همی با پدر. به پسر یعنی به سیامک اومد گفت تو ببین که این دشمن مهیا شده آماده شده که بیاید و پدر شما رو از میان برداره. این سخن که به گوش سیامک رسید بسیار دل آزرده شد. سخن چون به گوش سیامک رسید ز کردار بدخواه دید سپید دید پلید، دل شاه بچه در آمد به جوش، بسیار دلش به جوش اومد، دلش سوخ که چرا این کار میکنه. سپاه هنجمن کرد و بکشاد گوش، یعنی که سپاهشو گردآوری کرد، اونم منتها به پدرش نگفت، میخواست بره برای پدرش کار خوب بکنه. منتها همیشه یادتون باشه همه این کارها رو ما با خانواده و با دوستان که در میان بیزاریم بهتره. این چون بچه شاه بود و شاهزاده بود و اورنجو بود، اورنجو یعنی ولیعهد، ولیعهد ایرانی نیست، ولیعهده، ولیعهد ایرانیش میشه اورنجو. این سپاه بهش گوش میداد، پس این سپاه یادوار کرد و بپوشید تن را و چرم پلنگ که جوشن نبود آنگه آیین جنگ. پر رفت پوشید و رفت که به جنگ این دیوان برود. من یک کمی هم از این دنبالشو میگم، میخواستم همینجا به پایانش ببرم. میگفتم خب شما هم ببینید تا ببینیم در آینده چی میشه، کمیشو بیشتر براتون میگم. خب اینها رفتن به جنگ دیو. خب این پسر پادشاه، این سیامک که پسر پادشاه بود و همش مهربونی دیده بود توی زندگیش و چیز بد ندیده بود، که ما یه عکس هم داریم آقای روزبه میتونه اون عکس در کنار چهره من نشون بده، شماره یک کیومرث بوده، شماره دو هم سیامک اگر شد، اگر نه که من براتون میگم. به هر روی اینها این رفت به جنگ دیوان. خب رختاشم در آمد و رفت به جنگ. سیامک بیامد برهنه تنها براویخ با پور اهریمن، اومد و با اون پسر پور یعنی پسر، ببینید میگیم برای نمو بهرام پور، شهرام پور یعنی فرزند شهرام، پور یعنی پسر، برای فرزند به کار میده، زاده به کار میده، بهرام زاده یا بهرام پور یکیه. پس رفت با این اهریمن در آمیخت، منتها این اهریمن همواره جنگیده بود، از این نیرومندتر بود، قوی تلتر بود. خب بزد چنگ و بزد چنگ واژون دیو سیاه، دوتا اندر آورد بالای شاه. این بچه شاه که خودش هم شاه میشد، اینجا بهش میگه شاه چون به هر روی آینده مال جوان ها مال بچه هاست، و در شاهنامه همواره بچه ها و بانوان بسیار بسیار ارزشمندن، همونطور که پیش میگیم براتون میگم. اینه که اینا فرزند رو بهش میگه شاه، اینو دلاش کرد، داغونش کرد، فکر کردم تن شاهزاده به خاک، به چنگال کردش کمرگاه چاک، به زد و اینو از میان برد، اینو سیامک رو از میان برد. بله چو آگه شد از مرگ فرزند شاه، کیومرث آگاه شد که فرزندش کشته شده. چو آگه شد از مرگ فرزند شاه، چو آگه شد از مرگ فرزند شاه، ز تیمار گیتی برون شد سپاه. دیگه بسیار خشم شد و اصلا از نگهداری سپاه، سپاه هم دلگیر شد، اصلا دیگه همه چیش به هم ریخت. فرود آمد از تخت ویله کنان، ویله یعنی شیون کنان، ویله کنان سر صدا میکنن. فرود آمد از تخت ویله کنان، زنان بر سر و دست و بازو کنان. خب پس این روی بازو کنان هم اومده در یه جهایی، پس این داره نشون میده انگامی که اونها زمانها دلشون میسوزه، هم میسوخته، سر و موی خودشون رو میکندن. ما باز هم میبینیم که این کارو میکنن در یک جاهایی از ایران، ما تو این بسیار زمان گذشتهش. پس از اون دیگه مردم آگاه شدن، دیدن که مرگ بخشی از آینده زندگی رسایی انسان پیش میره و زیاد هم نباید خودکشون کرد. پس این اومد بسیار ناراحت شد و حالش بد شد، بیله کنان اومد، بسیار گریه هم کرد، چشمهاش پر اشک و سیلاب میریخت، مانند ابری که میریزه، انگاری که خون از چشمش میباره، درخسار پرخون، دل سوگوار، دژم کرد بر خویشتن روزگار، دژم کرد یعنی بسیار بسیار همین دنیا رو برای خودش تیر و تار و اندوهگین کرد. سپاهش هم دلگیر شد، خروشی برآمد ز لشکر بزار، کشیدند صف
بردر شهریار. سپاهیان هم آگاه شدن، آمدن در کنار شهریار، صف کشیدن و در کنار او ایستادن. همه جامه ها کرده پیروز رنگ، دو چشمان پر از خون و رخ بادرنگ. اینها اومدن بسیار گریان اومدن. یک چیزی هم شاهنامه همواره به ما یاد میده، چیزهای گوناگون یاد، یک چیزی اینجا یاد میده که مردم هنگامی که سوگواری میکردن، سوگواری ما امروز میگیم عزاداری، سوگواری میکردن رختای پیروزه ننگ میپوشیدن، پس سیاه نمیپوشیدن ایرانی ها. همه جامه ها کرده پیروز رنگ، دو چشمان پر از خون و رخ بادرنگ. برفتن تا سوگواری، با سوگواری و درد، درگاه که شاه برخواست گرد. اینا همه اومدن، حیوان ها و جونور ها و انسان ها همه اومدن به درگاه که اومد شاه، چون انسان های زیادی میرفتن، گرد و خاکم از زمین برخواسته شد و همه جا پر از گرد و خاک و سیاهی شد. این سوگواری بسیار به درازا کشید. نشستن سالی چون این سوگوار، یک سالی به این گونه سوگوار نشستن. دوباره پیام آمد از داور کردگار، یک بار سروش اومده بود، دوباره سروش پیام میاره. پیام آمد از داور کردگار، درود آوریدش خجسته سروش، که از این بیش مخروش و بازار هوش. خب پس خجسته سروش اومد، درود آوریدش خجسته سروش، که از این بیش مخروش و بازار هوش. گفتش که به خودت باز بیا، اینقدر خروش نکن دیگه، از میان رفته و شما کار دیگه نمیتونی بکنی، پس بیا کار دیگه ای بکن. خب بچه ها ببینیم سروش به این چی گفته و چه باید بکنه، این رو میگذاریم برای هفته آینده که به شما بگیم این چه میکنه. شما هفته آینده دنبال داستان رو میگیرید، هرچه هم برای ما به تلویزیون بفرستید یا به نشانی من بفرستید، توی فیسبوک مازیار قوی دل میتونید من رو پیدا بکنید، یا شاهنامه و ایران @gmail.com نشانی های تلویزیون هم که داری. بله من این هم به کار میبرم و این به این گونه یادمون باشه که ما فرزندان ایرانیم، من ایرانم و تو ایرانی و همه ایرانند و ایران فرهنگ ایران است و ما با فرهنگ ایرانی میرویم به یک خونیا یا موزیک گوش بدیم در باره ایران و پس از اون به شما خدا نگهدار میگم و به برنامه بزرگترها میپردازم.
با درود دیگر به همه همزبانان و همفرهنگان ما، در این بخش از برنامه چون به ویژه در هنگامی از گذرگاه تاریخ هستیم که یک رویدادی بر کشور ما گذشته 32 سال پیش که پیشینش اگر نگاه میکردیم پیش از این به این گرفتاری دوچار نمی آمدیم. امروز من دارم نگاهی میکنم به نگاهی که فردوسی داره به روز روزگار ضحاک، ضحاک مادوش، به کینه‌جو و نامه‌ای که رستم فرخزاد برای برادرش می‌نویسه. ما در این نامه درست همون چیزایی که در زمان ضحاک روی داده می‌بینیم پیش اومده. برای اینکه پی ببریم شاهنامه چرا این کار کرده، باید بدونیم که شاهنامه در هنگامی نوشته شد که 300 چند دهه، 350 40 بیش از 300 سال مردم جنگیدن، چه به گونه پارتیزانی که پارتیزان گفتن که از پارت‌های ایرانی اومده، در همه جهان هم که میگن ریشه ایرانی داره، یا اینکه رو در رو شماری هم جنگ‌های فرهنگی داشتن که در این زمینه پژوهشگر استاد گرامی علی میرفتروس بسیار بسیار خوب کار کرده، کسای دیگه هم کار کردن. میرفتروس بسیار در حلاج و در کتاب‌های دیگه‌اش بسیار بسیار خوب کار کرده. پیشنهاد می‌کنم کتاب‌های این استاد ارجمند رو بخونیم تا آگاه بشیم. خب این شاهنامه در اون هنگامه اومد و هنگامی هم که آمد و مردم مونده بودن و زبانشون، نه اینکه زبانشون از بین می‌رفت که فرهنگشون از میان می‌رفت، دینمداران اومده بودن، توانمند شده بودن، زورمدار شده بودن و حکومت ها رو در دست گرفته بودن. زورمدار هم کسی بود که گذشته بودن ایش سر اوکار، پس دین مدار بود و این نبود مگر خیانت هایی که به ایران شد، درست مانند سال 57 که کسانی از رو ندانم کاری و نادانی یا کسایی از روی کارهایی که پیشینه شون و پس آمدشون پیدا شد، مانند ابراهیم یزدی، مانند قرباقی، مانند فردوس، که اینا خائنانی هستند که مردمی رو فروختند برای جاه و نام و مقام. در اون دوره هم به همین گونه بود و اگر ما به شاهنامه پرداخته بودیم اینجور نمیشد. پس از چند صد سال که جنگیدن اومدن به کارهای فرهنگی بپردازن، بیشتر و داستانهای پهلوانی رو زنده بکنن و بیارن. و هنگامی که شاهنامه رو نوشت در هنگامی بود که شاهان غزنوی، غزنی یا غزنویان، اینها بسیار پایبند به اسلام بودن، سنی هم بودن، شیعه نبودن، بسیار پایبند به اسلام بودن و اینها به جای جزیه سلطان مسعود که میگفت کتاباتونو بیارید بسوزونید، اگر 3.5 کیلو جمع میکنم، یعنی یک من اون زمان جمع میکنم 3.5 کیلو کتاب بوده، بسوزونید، جزیه برای نمونه این اندازتون ازتون گرفته نمیشه، چون میدونید کسایی که مسلمان نشده بودن باید جزیه میدادن و بسیار بهتون گفتم که کارشون به جای رسیده بود که در جاهایی از ایران در هر خونه یه عرب گذاشته بودن و برام هست که گفتن سگ نیاد، سگ نجسته، در قرآن نیومده سگ ناپاکه، اینها میگن سگ ناپاکه برای اینکه سگ ها از ما پاسداری میکردن و برای همینه که اینها بهش میگن واق واق کردن سگ، گفتن پارس کردن، اگر سگ که نمیگه پارس واق واق میگفتن، اینا ایرانی ها میدونن، پارس ها میدونستن این چی میگن و ما نمیدونیم پارس کردن. برای اینه که فردوسی هنگامی کتاب رو مینویسه رمز و رازش رو به ما میگه، یعنی من باور دارم مانند کتاب قرآن مسلمان ها که هنگامی هر مسلمان این کتاب رو میخونه، هر آیه رو که میخونه با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز میکنه، هر ایرانی هم که میاد شاهنامه رو میخونه، ایرانی یعنی پشتی ایران ها، منظور تهرونی اینا نیست، همه ایرانی پشتی ایران به بزرگی میخونه، چند تا سرود فردوسی رو نخست بخونه که یادش بیاد چرا اینجوریه. یکی به نام خداوند جان و خرد، یعنی خرد و جان به اندازه است و خدا خدایی که هست و جان خرد داره، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. باز یادش بیاد که خرد بهتر و برتر، خدا خرد برتر از هر چیزت داد، ستایش خرد را به از راه داد. پس خردمندی همواره پایه و بنیان شاهنامه است. هر جا دیدید یه چیزی تو شاهنامه است با خرد سازگار نیست، یا فردوسی رو ناچار کردن یا افسود است.
و پس از اینها یادمون بیاد که فردوسی میگه تو این را دروغ و فسانه مدان، به یک سان روش در زمانه مدان، یا جاهایی اومده به یک سان روش در زمانه مدان. هر آنچ که اندر خورد با آخرت، دگر در ره رمز معنی برد. و من امروز بخوام یکی از این رمزها رو براتون بگم. هنگامی که سپاهیان مسلمان تازیان به ایران یورش میارن، این میخواد بگه که رستم فرخزاد و فردوسی هر دو، رستم فرخزاد گفته فردوسی برگزیده، کارهایی که فردوسی نوشته خودش ننوشته، به جز اون پایانها که آموزش ها و درس هایی داده. این استش که نگاه میکنه به اون چی گفته، منتها گزینش شاهنامه باور من این همه داستان که بهش گفتن این همه آدم، این گزینش کرده. بروی میاد میگه که اگر که رستم فرخزاد میگه و فردوسی هم نشون میده، میگه که اگر این تازیه مسلمان ها بیان درست مانند دوران ضحاک میشه ها. و باور کنید اگر این داستان ها رو برای ما گفته بودن، ما سال 57 اینجور نمیشدیم، امروز اینجا نبودیم. بروی ببینیم حالا چه شد. هنگامی که ضحاک اومد، که به باور من نخستین رئیس جمهور ایران ضحاک، یعنی اینکه یک سری نادان و یک سری خائن رفتن میگرفتن. در داستان جمشید که برسیم من براتون میگم که از میان برداشتن جمشید به باور من یک کودتا بود، کودتای آخوندا و ارتشیا. یعنی اینکه در داستان جمشید خواهید دید که ارتشیا رو کرد یه جایی، گفت برید کار زندگیتون بکن، به کار مردم کار نشته باشید، اگر چیزی هم دارید که کسی نباید جنگ افزارتون رو ببینه اونجا داشته باشید. آخوندا هم گفت مگه شما نمیگید این میخوایم خدا رو میخوایم نیایش کنیم، ولی خب تو کور نیایش بکنید دیگه، اینم جو زندگی، اینم خوراکی هم بهتون میگه دیگه، تو دستبال مردم نگردید. اینها رو کرد تو حوزه علمیه اون زمان کردشون بالا، و اینها دوست داشتن بیان سر مردم کلا بذارن و از مردم خیلی باج بگیرن، به گونه‌ای که اونها رو مردم بترسونن. رو و میبینیم که و همه اینهایی که دکون دینداری دارن، همه در یه جایی که منافعشون گیر کنه دروغ میگن، توفیر نمیکنه که رخت سفید تنشون یا سیاه. اینا هنگامی که قدرت دستشون برسه، مانند زمان ساسانیان پدر مردم رو درآوردن، از کتف مردم زنجیرن کردن. منتها این کار که در زمان ساسانیان شد، باید شکافتش، همش هم این نبود که بگیم اونها بودن. و این کار به آیین زرتشتی کاری نداره و با خود زرتشت آموزشان هیچ پیوندی نداره. برون این او به ما میگه که چه رمزش چیه، و این داستان ضحاک در آغاز شاهنامه است، در سرآغاز شاهنامه است، پس از اینکه جمشید رو از میان، یعنی دل آزرده میکنن. یعنی باور کنید چه هنگامی که من داستان جمشید رو براتون بگم و شما خودتون بخونید، خواهید دید که درست جمشید مانند پادشاه ایران که قهر کرد و رفت، دل شکست و پاشد رفت، یا حالا نمیخوام پیچیدگیاشو بگم، مردم چه کردن و چه کردن و باید میرفت یا نمیرفت، سیاسی گفته بگم کنم فرهنگی، مانند هنگامی که گذاشت و رفت، درست زمان جمشید به همین گونه است. و درست اون که رفت زمان چی شد، شما در داستان جمشید میبینید که چقدر کار کرد، چه اندازه کار کرد. یعنی یه پدر و پسری بودن که چقدر کار کردن، پدر و پسر نبه و میبینیدش بعدا. و هر روی ضحاکو که داستانشو که میگه و اینها میرن و اینو بر میگذینن که با اونا میگن شاهجوی رفتن اون آوردن، و به باور من چون گزینش کردن رفتن چسی و از جای دیگه آوردن و پیشنی پادشاهی در خودی نداشته و گول خوردن، چون پدری داشته به نام مرداس که بسیار انسان خوبی بوده، و این مرداس نامش نام خوشی در جز از کشور سرسواران نیزه‌گذار یا همون کشورهایی که تازیان زندگی میکردن اونجا بود زندگی میکردن، این میره مردم گول میخورن که پس اونجا که کار خوب میکنه این پدر، این پسرم کار خوب میکنه. مانند هنگامی که گمان میکردن پس روحانی باید کار خوب بکنه، رفتن دنبال روحانی و برداشتن آوردن این بیچارگی سر هممون در اومد. خب ببینیم اونه که میارن ضحاکو، ببین چی میشه، که این پیوندشو اینجاست که میخوام با نامه رستم فرخزاد بهتون نشون بدم. میگه چون این است کیهان ناپایدار، تو در وی به جز تخم نیکی مکاف. این فردوسی میگه دلم سیر شد این سرای سپنج، سپنج یعنی وامداری قرضی امانتی، خدایا مرا زود برهان زرنج. که این نگاه میکنه که چقدر این سرای سپنج میتونه نامردمی بکنه و آزار بده. پس از اون آغاز میکنه، میگه چو ضحاک بر تخت شد شهریار، بر او سالیان انجمن شد هزار. چون در تو شاهنامه میبینیم که هزار سال یه روز کمتر زندگی میکنه، که اونم فلسفه خودشو داره چرا یه روز کمتر. سراسر زمانه بدو گشت باز، برآمد بر این
روزگاری دراز. خب پس یه روزگار دراز گذشت و اینم نشسته بود دیگه کارشو گرفته بود. داستانم اینه که میگم پدرشو میکشه، شیطان میاد اینو گول میزنه، پس از اونو مار بر دوشش میاد نموده و این جوانها رو میکشته، جوانها رو زندانی میکرده میکشته. ببینید ببینید یه هماهنگی با امروز نمیبینید که یکی میاد میارنش از بیرون، حکومت رو میگیره و بعد میگه مردم رو میکشه و تو زندان میکنه، مردم رو زندانی میکنه و میکشه. نهان گشت آیین فرزانگان، هنگامی که این اومد نهان گشت آیین فرزانگان، پراکنده شد کام دیوانگان. ببینید نهان گشت آیین فرزانگان، فرزانگانی که بودن دانشمند بودن پایین اونا، روش اونا رفت کنار، پراکنده شد کام دیوانگان. برای نمونه یه گربه کش که گربه رو آویزون میکرده میاد میشه دادستان، کام پراکنده میشه، اون دستور میده و تیمسار مقدمی که اینو میده از بند در بیاره به خصوصی کسی اونو میکشه. هنر خار شد جادوی ارجمند، هنگامی که اینا اومدن هنر خار شد جادوی ارجمند، نهان راستی آشکارا گزند. اینها رو باشه که در نامه رستم فرخزاد بگم بهتون. شده بربدی دست دیوان دراز، زنیکی نبودی سخن جز به راز. پس من داستان ضحاک از این بیشتر دنبال نمی کنم، چون میخوام به اونجای اون نامه رستم فرخزاد بگم. پس اینو بازی تیکر یه بار دیگه براتون میگم که چه شد در این دوران، که در اونجا هم رستم فرخزاد میگه اینجوری میشه ها، میگوید که نهان گشت آیین فرزانگان، پراکنده شد کام دیوانگان، هنر خار شد جادوی ارجمند، نهان راستی آشکارا گزند، شده بربدی دست دیوان دراز، زنیکی نبودی سخن جز براز. یک نماهنگ یا آهنگی میشنویم با یه سرودی که در یک ویژگی خاصی نوشته شده که برای شما خواهم گفت و پس از آن نامه رستم فرخزاد رو پیش میکشن، چرا که ما فرزندان زرتشت و کوروش هستیم. ای قافلی جهر آسالان، راهم دیگر ز توست گوهر جانم نیست، ای خانی فر مرا آمان، اینت خبار سایی تو خانی دل آزار، آنم ترانی من در همه جا پربار. گرچه تنور می کشی ای دیو تهورسم، نمی دانی کش در خواب جهر منده، نمی دانی ابوه گند تو می پراکند از من، تهورسم دوار سرزده شادی، بندت کنم به شیشه از آبادی. بیدار گشت کورش ترکش کشید آرش، اگر خروش کرده دوباره هم مازیار و رستم و بابک، دمرا گریز آری گریز تا منده تینک، فردا شکستی سوگن میخورم آنک، فرزند کروشم نوادی زد مشت، ای غافلی جهر را سالان. درودی دیگر، این سرود دیگه پخش شد، من بیاتون بیارم. در یک نشستی بودیم در پاریس، پژوهشگران تاریخ فرهنگ ایران و استادانی بودن، استاد جعفری بودن، بانو فرید بودن از امریکا، استاد دیگه بودن، دوستای دیگه بودن، هومر آبرامیان بود، دکتر مندیداد گلشنی بود و ما در کنارشون بودیم. بچه جوانی هم آمده بودن همکاری میکردن، همیاری میکردن، در نشست ها بودن، گفتگو میکردن. یک شب که اینها بیرون میرفتن، در این چند شبی که اونجا بودیم، من به هومر گفتم هومر بریم ببینیم جوانامون کجا میرن، بچه های فرهنگ دوست کجا میرن، شبا که موزه چیزی نیست، بریم و ببینیم، شادخاری هم بسیار خوب، ببینیم چه میکنن. رفتیم و دیدیم به یک باری رسیدن، به یک بار. من گفتم که از ما عرش نگیرن، من فردا دکون دستک درست میکنم اینا، عرش نگیرید با درد سر درست میشه. رفتیم اونجا، کسی هم اکنه نداشت و دوربینم نداشت، با هر روی ما هم چیز بودیم پیش بینی میکردیم. رفتیم اونجا یه زیر زمین که رفت، ما باز دلمون شور زد راستش. تا اینکه رفتیم دیدیم نه، یک بانوی هستش از مهاجرین آفریقا که شاید پدر و پدر جدشون اومده بودن در اونجا، که امیدوارم که به بردگی نیاورده بودنشون فرانسوی ها. و هر روی اونجا بود، آقای گرمی داشت و از ویدنی هوستون میخوند و جوانهایی که اونجا بودن روی میز خودشون پا میشدن میرخصیدن،
همه پوشیدن که چیزی اینا سر هم میزن میشستن. نخستین بارم بود من میدیدم که مردم میرن رو میز میرخصن و اینها. در فیلم های فارسی زمانی دیده بودم رقاصه ها رقصنده ها پایکوبا میرفتن. در اونجا من اینا رو که دیدم درم شکست که این جوان های ما چه میکنن. اون دیسکوهایی که در اون زمان جوانی ما بود، بچگی ما بود، کاخای جوانان همه عمیان رفتن و امروز این جوان ها باید کوچی زندان بمونن. نمیدونم دیگه تفریحشون باشه که برن در روز عاشورا به گفته خودشون چیچی فستیوال حسین کشون و برن دوست دختراشون اونجا ببینن. بسیار درم شکست. و این فرزند کوروشم نوادی زرتشت اونجا من یه دستمال کاغذی نوشتم. نگو که هومر همش سرش به این کاره. تا من نوشتم دستمال برداشت کنم، من اینو میبرم تلویزیون میخونم که بود واشنگتن گویا نشستی داشت در تلویزیون خوند. و من گفتم پس بذار روی دستمال دیگه. من کپی گرفتم دیدم چند تا آدم بالای سر ما ایستادن با فرانسوی، به زبان فرانسوی به دوستان گفتن که این جریان چیه، این نقاشه؟ گفت نه این نقاشی کار دیگه میکنه، این داره سرود مینویسه. به هر حال این هم داستانش به این گونه بود که دل ما همواره با شما جوانان و مردمان هست. و ما باور کنید اینا از ستار شنیدم، خواننده بسیار ارزشمند و بسیار میهن دوست، که گفت ما سالیان سال هیچگاه گمان نمیکنیم به خانه میریم. باور کنید اینجوریه، ما خانمون اونوره به دلمون باشه. بر گفتیم که در زمان ضحاک چگونه شد، این چگونگی رو برای شما گفتیم. و امروز ببینیم که رستم فرخزاد میاد یه نامه ای برای خود برای برادرش مینویسه. و در این نامه یادآور میشه که تو در کنار شاه بایست، من بسیار دلگیر هستم، کشور داره از دست میره و ما باید پایدار باشیم و بتوانیم کشورمون رو نگه داریم. و این همه نامه است که من اندکش رو براتون میخونم و شما خواهید تو میگه این میرم لستوراب میاد و پیشبینی میکرد. ایرانی ها راستش باور داشتن به پیشبینی آینده. خب میاد میبینه و گمان میکنه بله در این جنگ پادشاهی ایران از میان میره، خانه توهی میشه از پادشاهی و اینها میان و با تخت منبر برابر میشه و بسیار بسیار دشواری سر مردم میان. میگه چو آگاه کشتم از این راز چرخ، چون اونجا نگاه کرد که ما را از اون نیست جز رنج برخ ببخشید. چو آگاه کشتم از این راز چرخ که ما را از اون نیست جز رنج رخ، به ایرانی ها زاو گریان شدم. به این کار که برای که سر ایرانی ها این دشواری که به ایرانی زاو رو گریان شدم، ز ساسانی ها نیز بریان شدم. دریغان سر و تاج و اورنگ و تخت، دریغان بزرگی و آن فر و بخت، که از این پس شکست آید از تازیان، ستاره نگردد مگر بر زیان. بدین سالیان 400 بگذرد، کسی این تخمه گیتی کسی نسپرد. اینها میان کشور ما رو میگیرن و ما آسیب خواهیم دید و این پادشاهی از میان میره و من بر این گریان شدم. از ایشان فرستاده آمد به من سخن رفت هر گونه بر انجمن، که از قادسی تا لب جویبار زمین را ببخشیم با شهریار. و از آن پس کجا برگشایم را، به شهری کجا هست بازارگاه، بدان تا فروشیم و خریم چیز، و از آن پس فزونی نجوییم نیز. پذیریم با ساو و با جگران، نجوییم دهیم کندآوران، شهنشاه را نیز فرمان بریم، گر از ما بخواهد گروگان بریم. میگه که اینا رو به من گفتن، چون این از گفتار و کردار نیست، بجز اختر کجه در کار نیست. میگه اینا رو میگن که ما میایم اونجا میخواد خرید و فروش کنیم، کاری نداریم و میایم در اینجا پراکنده میشیم و کار میکنیم. در آغاز میگه، در دنباله میگه که نه شما پیام بدید. در نخستین پیامی که میان بهش میفرستن میگن که نه ما میخوایم کار بکنیم. در بعدش دیگه از محمد میگن، از اسلام میگن، هر روز میگه اومدیم این کار بکنیم و با شما جنگی نداریم، فرمان شاه هم میبریم، باج هم میدیم. چون این است و گفتار و کردار نیست، به جز اختر کجه در کار نیست. با تو این نیست، این روزگار نیست، این دروغ میگن و این اینجوری نیست. پس از اون میگوید که چگونه میشود روز روزگار، و از روزگار میگوید. میگه نداند کسی راز گردون سپهر، دگرگونه گشته است با ما به چه. کسی نمیدونه روزگار چگونه است و چه میشه. این گردون سپهر با ما واژگونه شده، چهرش از ما برگشته.
چون آب بخانی تو با مهتران، برانداز و برساز و لشکر بران. پس سپاهی گرد آوری کن، همه رو گرد کن که من نمیخونم، میرم از اونجا و برو دنبال کارو بگی. و ززاپول ستم گرز ایران سپاه، هر کس که آید زینهار خواه. بگه هر چی هست اینها رو بخواد، امانت بخواد، مردم رو بیار جد کن و برو. پیامی هم به مادرش میگه که در اون بالاتر میگه که بردار و برو آذرگوشه‌ست یا آذرگشنه است و برو اونجا و پس از اون به خراسان برو و به کجا برو و سپاهی که بیار آماده جنگ باش و منم در آینده از میان خواهم رفت. سخن هر چی گفتم به مادر بگو، نبیند هم همانا مرا نیز روی. به مادر بگو مرا نخواهد، من از میان میرم. درودش ده از ماه و بسیار پند بدان تا نباشد بگیتی نژند. درود فراوانی بش بده و پندم بش بده که همه رفتنی هستیم و ما بهتر است که در راستای نگهداری میهن و آبروی و آزادی میهن به جنگیم و از میان برویم تا اینکه همین جوری بریم. بگو که بسیار خوش آزار نبوده، اندوهگین و نژندم نباش. که من میگه من با سپاه هم به سختی درگیرم و این پایانی نداره. تو برو و دنباله رو با شاه بگیر و کوشش بکن که اینجور نشود، چون اگر بشود چه میشود؟ چون با تخت منبر برابر شود، همه نام بوبکر و عمر شود، تبه کردد این رنج های دراز، نشیبی دراز است پیش فراز. نامی که تخت و منبر برابر بشن همه نام ها بر میگرده که میبینیم درست میشه. یه اگر اونجوری بشه که شد و امروز میبینیم نام ها همه برگشته، نام ها ایرانی نیست. من در یه جایی که گفتگو میکردم یه کسی سنش هم شاید 45 سالش بود نمیدونم، آره، اومد پیش من و گفتش که یه چیزایی پرسید. از اون میان گفت بسیار من دوست میدارم یه نام ایرانی بر خودم بگذارم. خب بذار. گفت آخه به خاطر ارزش و احترام مادر بزرگم نمیذارم. گفتم خب مادر بزرگت بگو. گفت خب مرده. گفتم شما همه آرزوهای مادر بزرگ رو برآورده میخوای بکنی؟ اگر اونجوریه نباید ماشین رخشویی به کار ببری، نه من ماشین ظرفشویی. پس اینی که چرا اونو میکنی اینو نمیکنی؟ درو میگه پس اگه برابر بشه همه چیز از میان میره. بعد نه تخت و نه دیهیم بینی، نه شهر که زختر، همه راز تازیان است. همه رو میان میگیرن، همه مال اونا میشه. شهر رو اینا نمیبینی، مردم آزاده میشه، مردم فراری میشه. هنگامی که بر اونا یه روزدار میشود، چه روزم در آوید به روز دراز، شود چون سر از خواسته بی نیاز. برنجد یکی برخورد دیگری، به داد و به بخشش کسی ننگرد. برخورد برنجد یکی دیگری برخورد، به داد و به بخشش کسی ننگرد. ببینید این چیزایی یاد شما نمیاره. میگه هنگامی که اینا بیان، نه دیهیم و نه شهر میمونه، هیچی نمیگیره. و هنگامی که میان، بپوشند از ایشان گروه سیاه، ز دیبا نهند از بر سر کلا. بله، رخت سیاه میپوشند که دارن، که امروز هم دارن، و دیهیم حالا بهترین چیز بر سرشون میگذارن. و در این روزگار درازی که میاد و سرشون از خواسته بی نیاز بشه، دیگه زور رو زیاد میکنن و همه باید کار بکنن اونا بخورن. برنجد یکی دیگری برخورد، به داد و به بخشش کسی ننگرد. این داد و بخشش که میبینید کسی نمیبینه، که برای نمونه در پادشاهان هخامنشی که میبینید پروفسور کخ برگردونده و چیزها رو خونده، میبینیم که کارمندا و کارگران 4 بار پاداش سالانه میگرفتن. به یادتون نباشه باشه که یادتون نره که پیش از سال 57 کارمندای دولت یه پاداش در همه کارمندا و کارگران در ماه شهریور یه حقوق زیادی میگرفتن، بهره یه حقوقم در اسفند میگرفتن، یه حقوقم نوروز نوروزی میگرفتن یا عیدی میگرفتن. یعنی در نوروز یه ایرانی 3 تا حقوق داشت، اونم میرفت از بازار خرید میکرد، این پولم تو بازار میگشت. پیاده شود مردم رزجوی، سواران که لاف آورد گفتگو، ز پیمان بگردند و از راستی. حالا پیش از این من بگم که حالا چی میشه. اینا سیاه میپوشن و کلاه بر سرشون میمورن، نه تخت نه تخت و نه تاج و نه زرین کفش، نه گوهر، نه افسر، نه رخشان درفش. همه اینها ابه میرون و میان و اینها رو بزاقران ابه میبرن، میخوان مردم یکسان بشه. منتها اینجا نیست، یکی کار باید بکنه بیدام بشه. شتابان همه روز و شب دیگر است، کمر برمیان و کلاه بر سر است. همه شتاب دارن، همه یعنی روز روزگار میگذره بدون اینکه مردم چیزی ببینن.
اینا آدم های پیمانداری نیستن، چون ایران پیمان مهر داشته، مردم در بیابون ها کوش میکردن و پیمان رو دنبال میکردن، اینا نمیکنن. ز پیمان بگردند و از راستی، گرامی شود کجی و کاستی، پیاده شود مردم رزجوی، سوار آنکه لاف آرد و گفته بود، کشاورز جنگی شود بی هنر، نژاد و بزرگی نیاید به بر. رباید رباید همی این از آن، آن از این، ز نفرین ندارند باز آفرین. ببینید چیزی یادتون نمیاد، چیزی تازه یادتون نمیاد، این چیزی که فردوسی میگه، نه اینکه از مردم میدوزن، که از همدیگه هم میدوزن، از مال کشور هم میدوزن. رباید همی این از آن، آن از این، ز نفرین ندانند باز آفرین. اصلا چی نفرین بکنی، چه آفرین رو بگی، خوبی بکنی، ستودن رو فرق میکنه، براش کار خودشون میکنه. نهانی بتر ز آشکارا شود، اونا که آشکارا این کار میکنن، نهانی بتر ز آشکارا شود، دل مردمان سنگ خارا شود. یعنی این مردم آزاد انقدر برمیگردونن، مردم دروغو میشن، دلشون سنگ خارا میشه. اصلا شما دیگه نمیتونید به کسی اطمینان داشته باشی. بداندیش گردد پدر بر پسر، پسر همچنین بر پدر چارگر. یادتون نمیاد که آقای گیلانی فرزندای خودشو کشت، آقایی که در رضایی هست حکم داد پسر خودشو بکشن، و امروز میگه که من بسیار دلگیرم، نباید این کارو میکردم. بداندیش گردد پدر بر پسر، پسر همچنین بر پدر چارگر، شود بنده بی هنر شهریار، نژاد و بزرگی نیاید بکار. ببینید نژاد و بزرگی فرق فروشی نیست. ببینید کسایی که در یه رده های درس میخونن، کار میکنن، اونها بزرگ. همه این مردم ایرانی رو نژاده میگن، ایران یعنی آزاد، ایران ایرانی یعنی آزاد، این که همه رو میگفتن. نژاد و بزرگی یعنی ایرانی بودن به کار نمیاد. بگیتی نماند کسی را وفا، روان و زبان ها شود پر جفا. ببینید وفایی نمیمونه. امروز در زنده های ایران پر از برادر خواهر و دوستان نزدیکه. از ایران و از ترک و از تازیان نژادی پدید آمدن، پدید آیدن در میان، نه دهقان نه ترک و نه تازی بود، سخن ها به کردار بازی بود. همه گنج ها زیر دامن نهن، بمیرند و کوشش به دشمن دهن. پس ببینید این چقدر نگاه میکنه و چجوری نگاه میکنه. چنان فاش گردد غم و رنج شور، که رامش به هنگام بهرام گو. به اندازه برای همه معمولی عادی میشه رنج و درد، که زمان بهرام گو سکوهای جشن صده بود، در برنامه پیشین گفتن و جشن میگرفتن. مردم میرن دار زدن رو نگاه میکنن. کسی به من میگفتش که در میدان فردوسی گویا برای دیدن چیز گرد آمده بودن، مردم دار زدن. یک خانم بسیار شیک‌پوش امروزی، بسیار شیک‌پوش با بوی خوش که داشت، میگفتش که چرا زودتر این کار انجام نمیده، من کار دارم باید برم. این باور کنید، چنان فاش گردد غم و رنج و شور، که رامش به هنگام بهرام و گور. نه جشن و نه رامش نه گوهر، نه نام به کوشش، به کوشش زهر گونه سازند دام. همواره برای مردم دام میدهند، جوان رو میکشن، میگن قاچاق کرده. که در همین تلویزیون من دیدم پدر مادری رو بچهاشون کشتن، گفتم قاچاق چی بود. زیان کسان از پی سود خیش، بجویند و دینند در آرند پیش. ببینید چی میگه، ببینید چی پیش می کرده. زیان کسان از پی سود خیش، بجویند و پیش اندر آرند کیش. ببینید چگونه بهره برداری می کنند از کیش. این سخنانیه که اینها میگن. من خواهش می کنم پس از سخنان من اون موزیک پخش بشه، چون میترسم وقتتون نرسه. من این سخنو دنبال میکنم به یک جایی برسونمش. نه جشن و نه رامش نه گوهر به نام، به کوهش زهر گونه سازند دام. زیان کسان از پی سود خیش، به جویند و دین اندر آرند پیش. نباشد بهار از زمستان پدید، نیارند هنگام رامش نبید. ببینید چی میگه، میگه هنگامی که رامش و شادیه، می پیش نمیارن، نبید نمیارن، دیگه گذشته. و تو میگید باور نداری که پس از زمستان بهاری هم بیا. بریزند خون از پی خواسته، شود روزگار بدا خواسته.
ز پیشی و بیشی ندارند هوش، خورش نان و کشتین و پشمینه پوش. ببین مردم چی میشن. چو بسیار از این داستان بگذرد کسی سوی آزادگان ننگرد. ببینید امروزه اگر کسی از راستی اینا بگه دیگه مردم شنیدن به اندازه‌ای آلوده شدن که اگر کسی راست کردار باشه میگن نادانه. بریزند خون از پی خواسته میکشند. یه پهلوان ایرانی رو برای هیچی خاصی مغزی یا خاصی پولی میکشند. یه کسی دیدم شب برای مواد مخدر یک آدم رو گرفته کشته. شود روزگار بد آراسته، دل من پر از خون شد و روی زرد، دهان خشک و لبها پر از باد سرد. که تا من شدم پهلوان از میان، چنین تیره شد دخت ساسانیان. چنین بیوفا گشت گردان سپه، دژم گشت و از ما ببرید مهر. پس ببینید چجوریه این نامی رستم فرخزاد اینو برای ما باز میکنه و میگه که اینها اگر بیان روزگار بد آراسته میشه. اینا سود خودشونو پیش میکشن و زیان دیگرانو و اینا میگن دینه. شما نگاه کنید تو خیابونا رفتن یه چیزی گذاشتن مردم پول میریزن میگن برای دین. خب اگر این همه برای دین و بیچاره هاست و چرا انقدر بیچاره داریم؟ ببین سخنی که اون میگه، نه اینکه در هنگامی آمدن تازیان به ایران برآورده شد، نه اینکه جوهای خون را انداختن، نه در اینکه در خانه مردان و زنان ایرانی یک مرد گذاشتن، نه اینکه انسان از داشتن سگ دور داشتن و سگ باق کردنش رو پارس کردن نامیدن. دری سخن گفتن ما رو گفتن دریوری میگه و ما خودمون به کار میبریم. چرنگویی رو میگیم دریوری، دری زبان ماست. ببینید بر ما این رفت و فردوسی ببین چه کرد. اینی که انگامی که فردوسی رو نگاه میکنیم و داستانش رو میخونیم به یک جاهایی میرسیم که گرچه از گذشته از آینه است برای دیدن پشت، برای رفتن به سوی آینده. یعنی سخنانی که در امروز گفت و من پیشنهاد میکنم همشو بخونیم، زمان اینجا نیست که من بخونم، چون پس از گفتگوی من اخبار میاد و یک آهنگ میخوام پخش بشه پیش از پایان رفتن برنامه من. این استش که از آقای روز بخواهش بکنم ایران ایران رو برای ما پخش بکنن. پس از اون خدا نگهدار من میگم و پایان برنامه. در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این آشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
سخن که بهر اشتبالای تو همه جهان نیرزد. ایران دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران گلزار سبتت دور از پاراج خزان جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. صد چمن سرخی خون من، سپیدی طلوع سحر به پرچمت نشسته، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، بمان که تا ابد هستیم به هستی تو بسته. ای ایران ایران دور از دامان پاکت دست دگران گوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران گلزار سبزت دور از پاراج خزان جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان بمان. در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پافتدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد. نهان گشت آیین فرزانگان، پراکنده شد کام دیوانگان، هنر خوار شد جادوی ارجمند، نهان راستی آشکارا گزند. شده بدبدی دست دیوان دراز، زنیکی نبودی سخن جز براز. این داستان ضحاک بود به هنگامی که پیشبینی میکنه رستم فرخزاد که چو با تخت به منبر برابر شود، همه نام بوبکر و عمر شود، تبه گردد این رنج های دراز، نشیبی دراز است پیش فراز. یادمون باشه داستان
رستم فرخزاد چند هزار سال پس از داستان ضحاک. ببینید چقدر همخوانی داره و داستان امروز ما چند هزار سال پس از داستان رستم فرخزاد. چو با تخت منبر برابر شود همه نام بوبکر و عمر شود، تبه گردد این رنج های دراز، نشیبی دراز از پیش فراز، نه تخت و نه دیهیم بینی نه شهر، که زختر همه تازیان راست به. چو روز اندر آید به روز دراز، یعنی به روزگار دراز، شبدشان سر از خواسته به نیاز، بپوشند از ایشان گروهی سیاه، زدیبان هند از بر سر کلاه، نه تخت و نه تاج و نه زرین کفش، نه گوهر نه افسر نه رخشان درفش، برنجد یکی دیگری برخورد، به داد و به بخشش کسی ننگرد، شباید یکی چشم رخشان کند، نهفته کسی را خروشان کند، شتابان همه روز و شب دیگر است، کمر بر میان و کله بر سر است، ز پیمان بگردند و از راستی، گرامی شود کجی و کاستی، پیاده شود مردم رزجوی، سوار آن که لاف آرد و گفته بود، کشاورز جنگی شود بی‌هنر، نژاد و بزرگی نیاید ببر، رباید همی این از آنان از این، رباید همی این از آنان از این، ز نفرین ندانند باز آفرین، نهانی بتر زاشکارا شود، دل مردمان سنگ خارا شود، بدندیش گردد پدر بر پسر، پسر همچنین بر پدر چارگر، شود بنده بی‌هنر شهریار، نژاد و بزرگی نیاید به کار، بگیتی نماند کسی را وفا، روان و زبانها شود پر جفا، از ایران از ترک و از تازیان، نژادی پدید آید در میان، نه دهقان نه ترک و نه تازی، بود سخنها به کردار بازی، بود همه گنجها زیر دامن نهند، بمیرند و کوشش به دشمن دهند، چنان فاش گردد غم و رنج و شور، که رامش به هنگام بهرام گور، نه جشن و نه رامش نه گوهر نه نام، به کوشش زهر گونه سازند دام، زیان کسان از پی سود خیش، بجویند و دین اندر آرند پیش، نباشد بهار از زمستان پدید، نیارند هنگام رابش نبید، بریزند خون از پی خواسته، شود روزگار بد آخاسته، دل من پر از خون شد و روی زرد، دهان خشک و لپا پر از باد سرد. با این همه ما باید با دیدی روشن بنگریم، چرا که دوباره سر میزند سپیده، دوباره سر میزند سپیده فروغ روشن به سر بدیدی، ز خاوران شور آرزوها شراره بر آسمان رسیده، بگو به نرگس که چشم مستت دوباره دل میبرد ز یاران، دوباره باران به دشت تشنه پیام ها میدهد بهاران، دوباره گل میدهد ستاره ز پشت گیسوی ابر پاره، شما رو با همه شادی ها آرزو دارم، قریم ببینم، نزدیک ببینم، امیدوارم کشور به آزادی برسه، به آبادی برسه، و شهریاری جهان، شهریاری جهانی در شهریاری ایرانی بگنجه، و مردم ما هر کدوم شهریار خودش باشه، بر عقیده و بر آرمان و بر آرزوهای خودش، هنرمند شهریار کار خودش باشه، سراینده شهریار کار خودش باشه، بانوی سنبل طالقانی، بانو سنبل طالقانی همون من ایرانم خوند، نوری هم ترانه دیگر رو خوند، اون سروده هم که اثران خود من بود، نام آهنگساز اینها رو در دسترس نداشتم، برای تو میگم روز و روزگار بر شما خوش، شما رو به همه شادی ها میسپارم تا هفته آینده.
شاد و پیروز و سربلند باشید. Thank you.